از موقعی که شروع کردیم به حرف زدن که گفتیم اولا 4 سال اومدن، یه این قرارداد شفاف سازی واگذاری شرکت رو آقا بیارن تو تلویزیون، نمیخوانشون رو ما هم بدن، آقا بیارن تو تلویزیون بگن آقا مثل هپکو شرکت هفت‌تپه اینطور واگذار شد. هنوز که هنوز کسی جوابگوی ما نبوده. ما 28 روز در فرمانداری اعتصاب کردیم، بزرگترین و زیباترین اعتصاب رو رهبری کردیم. بله هم طوری بود که وقتی ما رد می شدیم تو خیابونا به اندازه یه سر سوزن آشغال تو خیابون نبود. همون موقع هم دانشجوها باز اومدن حمایت کردن، حوزه علمی باز اومد حمایت کرد و یه طورایی شد که نمیدونم باز چرخه به نفع کارگر چرخید. با اینکه گرفتنمون، تهدیدمون کردن، یه چیزی که واقعا عجیبه، من تعجب میکنم از یه قضیه، میگه آقا میدزده؟ این مثال نیست که بگم منظور حرفش این بود، میدزده؟ حقوقت بگی صدا در نیاد. اینا هم که دارن مملکت من غارت میکنن، اینا هم که نمیدونن که فکر میکنن من نمیفهمم، شعور و اینو ندارم که بدونم آقا حق و حقوقم چیه. منم که عرق ملی دارم، منم که به کارم، به وطنم، شهرم و همه چیزهایی که متعلق به ایران زمینه عرق ملی دارم و میپرستم ایرانو. این اما اون کسی که میاد میلیارد میلیارد میبره و داره تیشه به ریشه مملکت میده، جالب توجه اینه که خیلی راحت میچرخه و من باید توبیخ بشم. حالا اونم یه دلایل خاصی داره برای خودش، میگه آقا آدم غریبه نیاد بسد فلان و بهمان، این صحبت ها که من از هیتی عقل من خارجه، من کارگرم و کارگری صحبت میکنم.